داخل کامنت ها پرسیده بودین که آقای اکبری، کسی که معدلش دهه، اگه تو کنکور تیر 402 همه دروسش رو بالای 85 درصد بزنه، خدا وکیلی تندون پزشکی یا پزشکی قبول میشه یا نه؟ بچه ها ببینید، قربونتون برم، کنکور از یک کتاب نیست مثل امتحان نهایی. شما تو کنکور رشته تجربی میخواییم 5 تا درس که هر کدومش 3 تا کتاب داره، حالا زمینه بزنیم کنار، میخواین 12-13 تا کتاب رو امتحان بدین سر جلسه، اونم تو چقدر؟ تو 3 ساعت خورده ای. چجوری میخوای 85 درصدش رو جواب بدی ولی نهایی که ازش از یک کتابه و سوالش تشریحیه و یه نمونه سوال ساده رو خونده باشی راحت میتونی 19-20ش رو بگی؟ چجوری ده گرد؟ من اینو فقط میخوام بدونم که حتی بعد از یک بار ترمیم دادن اینم درست نشده. حالا بعضیا میگم آقا اکبری، من یه مثلا خدای نکرده وسط امتحانات بودم، تصادف کردم، مثلا یه امتحان دو امتحان خراب کردم، معدلم اومده. آقا ترمیم داریم ما، ترمیمه اوکیه، خب میتونی اوکیش کنی. چه جور شما 10 گرفتی بعد کنکور بالای 85؟ تو رو خدا از این مثال فضایی بیان بیرون. یا احتمال خیلی زیاد کسی که این سوال رو تو ذهنشه هنوز سر جلسه کنکور نرفته، 85 درصد زدن تو همزمان تو یه تایم توی 4 تو 3 ساعت واقعا کار آسونی نیست. خیلی کنکور، خیلی امتحان نهایی ساده تر از کنکوره. ولی حالا یه سوال، آقا یک بار من معدلم کم خوندم، بعد خوندم شده 18، الان من دیگه قید پزشکی و دندون دارو اینا رو باید بزنم؟ نه، هنوز که هنوز از 100 درصد مسیر قبولی 60 درصدش کنکوره. شما یه 2 ماراتون رو در نظر بگی، آقا اولش رو آرون دویدی، تو باید انتهای مسیر که 60 درصد مسیر سریعتر بدوی، درصدت باید یه ذره بیشتر باشه تا بتونه جبران کنه و سلام. ولی من برام مونده آقا میخواین بشنوین؟ نه واقعا نه. آقا معدل 10 نه دیگه، چی بگم دیگه؟ نه واقعا نمیشه، واقعا. مگر اینکه آره به قول معروف بری بالای همه رو بری بالای 90 بزنی، که اونم بعید میدونم همچین چیزی اتفاق بیفته. مواظبت کنین خودتون خیلی زیاد، هر سوالی داشته باشین، من دارم همش تاکید میکنم تو این چند تا ویدیویی که من درست کردم، هر سوالی داشتین رو میتونین کامنت ها بپرسین که من ویدیو بعدی رو اختصاص بدم به اونها. فعلا.